با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. از حاکمیت سه روزه تا بازگشت دوباره، طالبان بار دیگر تا چهار راه عمومی شهر کندز رسیدند. نور میشه که ما نام نداریم، برای یک مشکلات خود رفع کردن نمیتونم. بیرون میبرای ترق او بیایا، دولت باز پس میبره. دوید بلندان تو پتا پناه بودن، آمدن به صورت تلفات بقا در 11 نفر بود، 8 تشکیشه شده، جسداشون باقی مانده. بدخشان گورستان طالبان. صلاح الدین ربانی میگوید نیروهای دولتی و مجاهدین اجازه نخواهند داد تا بدخشان به کندز دوم مبدل شود. بی‌هویت، جمعی بی‌مسئولیت، جمعی که به نام اسلام، اسلام رو بدنام میکنن، هیچ وقت تسلیم از اینا نمیشن. باز شدن بزرگ راه کندز بغلان بر روی کندوزیان، سرانجام بعد از یک هفته شاهراه کندز بغلان باز شد. دشمن ها صبح تا یکی دو سه پوستر همه تو مقاومت میکردن، کلش از بین رفت. و نجات یک سگ در هند و 4 میلیون کلیک در اینترنت. به نام خدا و شب شما بخیر. نبرد میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالب در شهر کندز بار دیگر شدت گرفته است. کریم امینی که نیروهای دولتی را همراهی میکند میگوید که جنگجویان طالب بامداد امروز نبرد سختی را از مرکز شهر آغاز کردند و خود را تا چهار راه عمومی شهر کندز رسانیدند و پرچم کشور را پایین آوردند. اینجا خط نخست نبرد میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی است. اینا این طرف چوک و مخالفان هم چند متر اون طرفتر چوک حضور دارن و برام دیگر گلوله میبارند. مشکل اساسی است که هر روز تغییراتی به میان میآید. مثلا دیروز چوک در اختیار حکومت بود، پرچم افغانستان اونجا برافراشته بود، اما امروز مخالفان آمدند پرچم پایین انداختند و درگیری هم به شدت اینجا ادامه پیدا کرد و ادامه داره. یعنی نیروهای حکومتی هر جایی را که با کنترل در میارند او دوامدار نیست و مخالفان از خانه ها و کوچه ها میآیند، یک بار دیگه بر او بخش ها حمله ور میشن و اونجا را با کنترل در میارند. یک حرکت باشند در سر چوک ما را گیری میکردن که اینا اهمیت آرام شدند در خانه دمید بلندمنزل پتا پناه بودند، آمدند به صورت تلفات بقا در 11 نفر بود، 8 تشکیشه شده، جسداشون باقی مانده. برو پشت سر برین. نبرد در همین چند قدمی در چوک کندز ادامه دارد و مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا از آنجا اینجا بر ساختمان ولایت کندز و آن طرف هم بر ساختمان فرماندهی پلیس کندز تیراندازی بکنند و بتانند خودشان را بر این ساختمان ها نزدیک بسازند. گفته میشه که مخالفان مسلح دو تانک در اختیار دارند و با استفاده از همو تانک ها خودشان را تا اینجا بر چوک کندز رساندند. ابتدا برویم به شهر کندز. شریف امیری همکارمان از اونجا با ماست. شریف، چه میگذره در حال حاضر در این وقت شب در کندز؟ سلام. نیروهای دولتی وارد عملیات شدن و با توجه به اینکه امروز یک روز دشوار بود به نیروهای دولتی و وضعیت امنیتی به سود نیروهای دولتی بیشتر نبود و مخالفان مسلح دولت حتی تا به چوک دست یافتن و همچنان کوچه ها و پس کوچه های شهر کندز امروز گواه درگیری های شدید بود و قرار است که امشب عملیات بزرگ به خاطر نابودسازی مخالفان مسلح دولت برای انداخته شود. خب در کدام مناطق در حال حاضر درگیری جریان دارد؟ ناهی اول، ناهی سوم، جاده دانشگاه، جاده قهوه‌خانه، اینا از بخشایی هستند که آسیب پذیر هستند و به ویژه راههایی که وصل است از چهاردره به داخل شهر که ناهی اول یا حوزه اول در اوج است، بیشتر نیروهای دولتی تلاش دارند تا راههای ورودی مخالفان مسلح دولت را به داخل شهر ببندند. مردم چه میگن؟ چگونه طالبان دوباره تانستن خودشان را تا چوک یا امون چهارراه عمومی شهر برسانند؟
من امروز با برخی از باشنده‌های شهر کندوز گفتگو کردم، اگرچه امروز بسیار مشکل بود که یکی از باشنده‌های شهر هم در بیرون از شهر می‌دیدی، اما با آن هم من با کسایی را پیدا کردم که اونا به شدت نگران وضعیت بودند، نگران آینده‌شان بودند، نگران امنیت خود و خانواده‌هایشان بودند و یگانه خواستشان این بود تا هر چه زودتر مخالفان مسلح دولت از جاده ها، کوچه ها و پس کوچه های شهر بیرون کشیده شوند و جنگ به گونه لازم و به گونه درست مدیریت شود. آیا روشن است که دلیل این که دوباره طالبان برگشت می کنند به مرکز شهر چی است؟ خب یکی از انتقادهای جدی اعضای شورای ولایتی و همچنان اعضای جامعه مدنی در شهر کندوز همی است که وقتی که نیروهای دولتی یک جایی از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکنند، به گونه پایدار نمیتونند کو بخش ها را دوباره حفظ کنند و یکی از علت های به درازا کشیده شدن این جنگ هم همی است که هنوزم طالبان در بخش های از شهر جابجا هستند و هر از گاهی با نیروهای دولتی به درگیری میپردازند. سپاسگزار از شما شریف امیری، همکارمان بود که از شهر بغلان به شکل زنده گزارش میداد. اینجا در استودیو شکریه پیکان از نمایندگان کندوز در مجلس با ما، خیلی خوش آمدین خانم پیکان. حالا شنیدین آخرین جزئیات را هم در مورد کندوز، چگونه شد که دوباره طالبان برگشتن به شهر؟ خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، سلام خدمت همه بینندگان تلویزیون طلوع. امروز تقریبا 9 روز شد که در ولایت کندوز جنگ درگیر است و جنگ جریان داره. هر روز یک قدم دولت پیشروی میکنه، باز یک قدم مخالفین پیشروی میکنه و مردم هنوز هم در درگیر جنگ هستن و نیروهای امنیتی تلاش دارن که پیشروی کنن، بالاخره قندوز پاکسازی بکنن، اما تا هنوز متاسفانه نتونستن چون نیروهای ولی چند روز پیش گزارش شد همین دیروز که دوباره پرچم برافراشته شده در چهارراه کندوز، جایی که 3 روز در دست طالبان بود این انتخاب. اما چگونه شد که حالا دوباره طالبان برگشتن؟ یک بار مخالفین پرچم بالا میکنن، متاسفانه یک بار ببینید که حکومت افغان، دولت افغانستان پرچم بالا میکنه. چرا؟ چون این وضعیت خب است. این که طالبان دوباره برمیگردن معنایش چی میتونه باشه؟ بسیاری مناطق شهر کندوز به دست طالبان هست و بسیاری یک تعداد مناطق به دست، البته به دست دولت افغانستان است. در این پیشروی از علتش چی است؟ اکثریت طالبان در بین خانه های مردم جای به جای شده و از خانه های مردم برای خود سپر ساخته، برای خود به اصطلاح از اونجا سنگر برای خود ساخته و دولت نمیتونه، چون به خاطر از اینکه مردم عام تلف نشوه، نمیتونه که نیروهای امنیتی ما در اونجا یعنی بسیار به شدت جنگ بله بکنه. خب این یک بخش کار است. بله. اما خانم پیکان، با وجود این همه نیرو و امکانات و عملیاتی را که حکومت از اون دم میزنه که راه اندازی شده، بازگشت طالبان واقعا چرا؟ خب ببینین، آیا واقعا حکومت ارادی برای سرکوب طالبان در کندوز داره؟ خب ببینین، یک قمانده واحد وجود نداره و درست است که پلیس ما جنگ میکنه، اما تا جایی که ما معلومات داریم و گزارش میگیریم ارتش ما درست جنگ نمیکنه. اگر یا بین خود هماهنگی قوی بینشان وجود داشته باشه، من فکر میکنم که پاکسازی شوه، اما متاسفانه بین از یا کدام هماهنگی واحد وجود نداره، یک قمانده واحد بین از یا وجود نداره، به این خاطر یعنی یک کم به عقب نشینی میرن و بالاخره طالبا و مخالفین پیشروی میکنن و مخالفین هم زیاد تلاش کردن که همه قماندانی امنیه و ولایت کندوز امروز تلاش کردن که بگیرن، اما متاسفانه نتونستن. ولی جنگ در بین شهر است، در بین شهر کوچه به کوچه، جنگ خانه به خانه و جنگ کوچه به کوچه است، به اون خاطر هیچ کدام از اون نمیتونه که پیشروی کنه. فکر میکنین حکومت توجه لازم را به مسئله کندوز داشته؟ تا هنوز هیچ یک از وزرای سکتور امنیت یا رهبران حکومت وحدت ملی نرفتن به کندوز. به نظر ما چون حکومت مقصر است، به دلیل است که امروز 9 روز شد کندوز در خون جوش میخوره، امروز تا هنوز در 9 روز یک کدام اقدام جدی
یا یک تصمیم جدی نگرفتن که چه دلیله؟ خب دلیلش کلا اگه میفهمم، ما قبلا هم گفته بودیم و حالی هم میگیم که باز هم میگیم که کدام قمانده یعنی واحد وجود نداره، اما هنگی وجود نداره، دلسوزی وجود نداره، یعنی یک تصمیمی وجود نداره، یک تصمیم قاطعی وجود نداره که حداقل امو کسایی که در قندوز در گیر جنگ در بین جنگ بند موندن حداقل همور نجات بتن. چی خواستایی که ولایت قندوز نجات بتن؟ تمام نقاط شهر قندوز در جنگ از امیال آنقدر مردم تلف شده، به حد مردم آسیب پذیر شده، به حد مردم متضرر شده، مردم جسدایش در بیرون مانده، حتی جسدای خود مرده خود برده نمیتونن که در یک نقطه اولی خود دفن بکنن. امیال مردم از یک طرف از توسط مرمی و راکت کشته شده است، از دیگر طرف از بینانی و بیاوی و از تشنگی و گشنگی کشته شده. خانم پیکان وضعیت تعداد زخمی ها کشته شده، با بی دوایی حتی زخمی ها کشته شده، از بین رفتن. یک فاجعه بسیار بزرگ است. من نمیفهم دای تای نور فردا ده روز میشه، دای ده روز من نمیفهم که چرا اقدام نمیکنن، چرا بسیار سوال برانگیز. خیلی کوتاه در مورد خانم پیکان، خیلی کوتاه در مورد وضعیت مهاجرین کندوز که با کابل آمدن، اگر بگویم خیلی کوتاه. مهاجرین قندوز به حدی در ولایت قندوز بیشتر از یعنی 10000 نفر دولت قندوز سرازیر شده، بر از یا تا هنوز دولت افغانستان خصوصا وزارت زیربط که وزارت مهاجرین است کدام عمل جدی نکرده، کدام اقدام نکرده. امروز از 7 بجه صبح ما در جریانات بودیم، لحظه به لحظه همراهشان به تماس بودم، همراهشان یک جا بودیم. صرف وزارت سرحدات تقریبا یک 50-60 نفر در میمانخانهشان جای به جای کرده و دیگه هیچ کدام اقدام دیگه صورت نگرفته و همگی آواره بیچاره در خانه های مردم جای به جای شدن و نان هم نیست، آب هم نیست و هیچ چیز نیست که بر از وا داده شد و بالاخره وا حداقل یک سپاسگزار. شکریه پیکان. از نمایندگان کندوز در مجلس ممنون از حضورتان. بدخشان به گورستان هراس افغانان مبدل خواهد شد و نیروهای دولتی و مجاهدین اجازه نخواهند داد تا این ولایت به کندوز دوم مبدل شود. وزیر خارجه با ابراز این مطلب تاکید می‌ورزد که به زودی عملیات های بزرگ در بدخشان برا خواهد افتاد و تمامی بخش های بدخشان از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. بان که مسئول دستگاه سیاست خارجی کشور است، اما به سرزمین پدریش پا گذاشته است تا به تمامی مردمان این ولایت اطمینان بدهد که طالبان در بدخشان پیروز نخواهند شد. آمادگی بگیریم به خاطر دفاع از سرزمینمان، به خاطر دفاع از ناموس عزتمان. واقعی قندوز، حادثه قندوز، فاجعه قندوز نشان داد که دشمن سر هیچ کس رحم نمی کند. میگوید دیدار از بخش‌های نظامی و غیر نظامی این ولایت هدف سفرش را می‌سازند. می‌خواهد از نزدیک امکانات و تجهیزات نظامیان بدخشان را ببیند و در کنار رسیدگی بیشتر به آنان از حکومت مرکزی بخواهد که به مجاهدان پیشین این ولایت دست بازتری در نبرد با هراس افغانی بدهد. آمادگی داریم با تمام چیز توانایی و قاطعیت اطمینان برتان میتیم که مردم بدخشان و مردم افغانستان تسلیم هیچ گونه این ترور، این جمع بی‌هویت، جمع بی‌مسئولیت، جمعی که به نام اسلام بدنام میکنن هیچ وقت تسلیم از اینا نمیشوند. او در حالی به بدخشان پا می‌گذارد که همین چند روز پیش طالبان پس از تصرف ولسوالی وردوچ بالای ولسوالی بهارک این ولایت حمله کردند و این کار مردم این ولایت را با نگرانی‌های جدی روبرو ساخت. دشمن در چند ولسوالی از قبل تمرکز پیدا کرده بود که ولسوالی وردوچ، ولسوالی جرم، خصوصاً قسمت‌های خستک، ولسوالی راغستان و ولسوالی تگام. این مرکز نظامی در قلاتک بهارک به شدت از سوی طالبان تهدید میشد. اکنون هراس افغانان از این بخش ها دور زده شدند. موفق شدیم در ولسوالی بهارک که دشمن تلفات بسیار سنگین برش وارد کنیم و دشمن عقب برانیم. نظامی پوشان کشور توانستند تا در مدت زمان اندکی بخش های بزرگی از فعالیت های هراس افغانان نابود بسازند و اینها تاکید میکنند تا هرگز اجازه نخواهند داد تا بدخشان به کندوز دوم مبدل شود. اینها سالها یا ماهها از خانه هایشان دورند و در لباس نظامی به مردم خدمت میکنند و میگویند که از سراسر کشور از مال، جان و ناموس مردمان این کشور دفاع خواهند کرد. سید طارق مجیدی، تولونیوس. تا لحظات دیگر. جان کمپل در صنایع آمریکا میگوید بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان باید بر بنیاد تحولات امنیتی صورت گیرد.
باز هم خوش آمدید. سرانجام بعد از یک هفته شاهراه بهلان کندوز برای ترافیک باز شد. نظامیان کشور پس از درگیری های یک هفتهی با طالبان در مسیر شاهراه بهلان کندوز در چندین نقطه بهلان مرکزی توانستند موانع طالبان را از مسیر شاهراه بهلان کندوز برداشته و این راه را برای نظامیان و غیر نظامیان باز کنند. منطقه جرخشک و ولسوالی بهلان مرکزی طالبان از یک هفته بدین سو موانع زیاده را برای مسدود ساختن مسیر راه کندوز بالای سرک ایجاد نمودند. نظامیان تلاش دارند تا این موانع را بردارند، اما حملات طالبان آغاز می شود. درگیری هر لحظه شدت بیشتر پیدا می کند. را کاملا برای مسافرین باز شده، اما طالبان بسیار به شکل پراگنده در حال فرار هستند و انداختای دارند بالای نظامیان افغان. سرانجام با وارد شدن تلفات سنگین بر طالبان، نظامیان می توانند مسیر راه را برای ترافیک باز نمایند و تمام موانع را از بین ببرند. راه برای ترافیک واز است، تمام وسایل رفت و آمد داره. دشمنان صبح تا یکی دو سه پوستر همیتو مقاومت میکردند، کلش از بین رفت. هرگاه تهدید به نظر بخوره نیروی امنیتی آنی و فوری بالاش اقدام میکنه، ضربات کمونده را وارد میکنه و دیگه به اینا اجازه نمیده که راه را بگیرن و راه کندوز هم از دو سال. مسافرانی که در مسیر راه گیر مانده بودند از باز شدن راه خوشحال هستند. مسیر امروز فضل خدا که واز بود، تا چند روزی که ما در کندوز زندگی میکنیم بسال حالت خراب زندگی کردیم. ما در یه چیز فضل خدا سر نخوردیم، در جای بیرق دولت اسلامی افغانستان بود. فرمانده پلیس بغلان میگوید که در این درگیری 9 طالب مسلح به شمول 2 فرمانده آنان جان باخته و 8 طالب دیگر زخم برداشته است. بعد از چند ساعت درگیری تونستند مسیر برای ترافیک باز بسازند. در حال حاضر هیچ مشکل در این مسیر نیست و مسیر بغلان کندوز برای ترافیک باز شده. طالبان بسیاری از غیر نظامیان را در کندوز به گونه عمدی تیرباران کردند. مردی که 16 عضو خانواده‌اش را از دست داده به ولی آریان میگوید که طالبان در کندوز جنایت‌های نابخشودنی انجام دادند. این مرد که در زیر رگبار گلوله‌ها در جاده‌های کندوز به دنبال بستگان از دست رفته‌اش می‌گردد، طالبان را خونخواران زمانه می‌خواند. کندوز شهر ماتمدار، قربانی اصلی در این شهر غیر نظامیان شدند. طالبان با ورودشان به این شهر وحشتی برپا کردند. از تیرباران مردم تا تجاوز بر زنان و قتل آنان. شاید هم طالبان میخواستند کارنامه در اینجا داشته باشند تا هیچ کسی در برابرشان سر بلند نکند. با مردی سر میخورم که 16 عضو خانوادش کشته شدند. چجوری بلی نوراز آخت کرد؟ خانه ما را دردت کلی ولد خبر است. آمدیم در میروخ صاحب بادا بیجه اگو بیلی گرفت. سه مرمی را که دینا بودی ما را زد پشت کوی مال زخمی تیکا تیکا در اوجا غلطی رکی طالبا؟ طالبا دیگه چی بگویم بیراد؟ نگاه هایی که سرگردان دنبال عزیزان از دست رفتش است. بچه ها تبار شد دیگه چی ما دیگه چیزی نگیره با کار داریم. رگبار گلوله ها بارها ما را اینجا در شهر تهدید می کند، اما مرد دیگری را میابم که آمده است از دار و ندارش خبری بگیرد. دو تره در پیش روی طالب پیش روی مزد در پیش روی خودم زد بچه را رخمی می برون طرف شبه خوانه. تا همین دیروز اجساد زیاده بر روی اینجا ده ها مانده بودند، اجساد از غیر نظامیان و نیز از جنگجویان طالب. در هر کوچه و پس کوچه اجساد در دل این کوچه ها جا گرفته بودند. کسانی که در نتیجه جنگ کشته شدند و یا هم به گونه عمدی نشانه طالبان شدند. عبدالولی آریان، طلوع نیوز، کندوز. تا لحظات دیگر. غرق شدن 3000 پناهجو در سال روان در راه رسیدن به اروپا. باز هم خوش آمدید.
روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان باید بر بنیاد تحولات امنیتی در افغانستان صورت گیرد. جنرال جان کمپل، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو که ساعت پیش در کمیته نظامی صنایع آمریکا سخن میگفت، تاکید کرد که وای چندین گزینه را برای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به اداره باراک اوباما پیشنهاد داده است. وای هشدار میداد در صورتی که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در پایان سال 2016 به 1000 سرباز کاهش یابد، روند آموزش و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغانستان محدود خواهد شد. افزایش ناامنی در بخش‌های گوناگون افغانستان فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را نگران کرده است. جنرال جان کمبل که در کمیته نظامی سنای ایالات متحده آمریکا سخن می‌گفت، از اداره باراک اوباما می‌خواهد که جدول زمانبندی بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان را بازنگری کند. وی می‌گوید بنابر تحولات امنیتی در افغانستان چندین گزینه را به اداره باراک اوباما تسلیم کرده است تا بر بنیاد آن کاخ سفید تصمیمش را اعلام کند. اگر شمار نیروهای آمریکایی در پایان سال 2016 میلادی در افغانستان به 1000 سرباز کاهش یابد، روند آموزش و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغان و انجام عملیات‌های ویژه ضد هراس‌افغانی نیروهای آمریکایی در افغانستان محدود خواهند شد. از سوی هم وی که سه روز پیش از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر یک شفاخانه در کندوز در کمیته سنای آمریکا سخن میزند، میگوید که حمله بر شفاخانه کندوز یک اشتباه از سوی نیروهای آمریکایی بوده که دوباره تکرار نخواهد شد. صبح روز شنبه نیروهای هوایی آمریکایی به درخواست نیروهای امنیتی افغان آنان را از طریق هوا حمایت کردند. تصمیمی که در مورد حمله هوایی صورت گرفت تصمیم بود که از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفت، اما این شفاخانه اشتباه آماج قرار گرفت. در همین حال وی در کمیته نظامی صنایع ایالات متحده آمریکا به مردم آمریکا و افغانستان اطمینان می‌دهد که فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان آخرین تلاش‌هایش را انجام خواهد داد تا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری شود. نوار تصویری چگونگی نجات یک سگ در هند بیش از 4 میلیون بیننده در اینترنت داشته است. در این نوار تصویری دیده می شود که یک سگ در حالی که در کنار یک جاده با مرگ دست و پنجه نرم می کند، از سوی یک نهاد کمک به حیوانات برداشته می شود و پس از ماها تلاش سگ به گونه کامل درمان می گردد. ترحم بر حیوانات مقوله مشهور است که به داستان نجات این سگ صدق می کند. این سگ که سال گذشته از سوی یک نهاد کمک به حیوانات در نزدیک یک جاده ایالت اودیپور هند پیدا شد، اکنون به زندگی عادی برگشته است و نوار تصویریان در جریان نزدیک به ده ماه در شبکه های اجتماعی بیش از 4 میلیون بیننده داشته است. این نهاد می گوید که یک بیماری خطرناک این سگ را به پردگاه مرگ برده بود و احتمال جان باختنش بسیار زیاد بود. مسئولان این نهاد می گویند که پس از انتقال این سگ به یک درمانگاه، سگ درمان گردید و اکنون به گونه کامل صحتمند است. گفته می شود که روند برداشتن سگ از کنار جاده و درمان آن در کل 2 ماه را در بر گرفت و اکنون چهره ظاهری سگ به گونه کامل تغییر کرده است. اکنون این سگ با سگ‌های دیگر در یک مرکز نگهداری حیوانات اهلی نگهداری می‌شود. نهاد کمک‌های نامحدود به حیوانات در هند در سال 2002 میلادی بنیان نهاده شد و اکنون یکی از بزرگترین نهادهای نجات حیوانات شناخته می‌شود. این نهاد همچنان یک مرکز نگهداری حیوانات دارد که در آن 259 حیوانات گوناگون از گاو و خر گرفته تا میمون نگهداری می‌شوند. بسیاری از این حیوانات درمان شده هستند. نزدیک به 3000 پناهجو در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی جان باختند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که بیش از 550000 پناهجو در سال روان میلادی از طریق آب‌های مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شدند که از این میان شمار زیاد آنان در آب‌های مدیترانه جان باختند. سپاس از همراهیتان با تولو. سازمان جهانی مهاجرت از وضعیت خراب پناهجویان در کشورهای اروپایی ابراز نگرانی میکند. سخنگوی این سازمان میگوید که شمار پناهجویانی که در سال روان میلادی وارد کشورهای اروپایی شدند، شمار آنان در مقایسه با سال پار میلادی یک رقم 2 برابر را نشان میدهد. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت از ورود پناهجویان از طریق آب‌های مدیترانه به کشورهای اروپایی با فرار رسیدن فصل زمستان ابراز نگرانی میکند و میافزاید در صورتی که به بحران
پناهجویان در جهان اقدامات صورت نگیرد، شمار تلفات پناهجویان با فرارسیدن فصل زمستان افزایش خواهد یافت. مجموعاً شمار پناهجویان که از طریق آبهای مدیترانه به کشورهای اروپایی رسیدند، شمار آنان به 558,000 پناهجو میرسد که در مقایسه با سال پار میلادی یک رقم دو برابر نشان میدهد. در همین حال نگهبانان سواحل ایتالیا میگویند بیش از 1,800 تن از پناهجویان را که به گونه قاچاق به کشورهای اروپایی انتقال داده میشدند و در وضعیت بدی قرار داشتند، از آبهای لیبیا نجات دادهند. طالبان با ورود به خانه یک مقام حکومت پیشین بیش از 10 ساعت با نیروهای دولتی درگیر شدند. دیشب انتحار کننده با یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیک خانه نعیم بلوچ والی پیشین هلمند حمله ای انجام داد و سپس دو مهاجم دیگر با ورود به این ساختمان تا بامداد امروز با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. سه مهاجم ساعت 8 دوشنبه شب بر خانه نعیم بلوچ والی پیشین هلمند در نزدیک سفارت روسیه در کابل حمله کردند. اول یک دو فایر همطور خفیف بود، بعدش گفتم شاید کدام مسئله عادی باشه، بعدش یک 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد یک صدای بسیار خطرناک مثل بم واره یا در کدام موتر مواد منفجره باشه صدا شنیده شد. مهاجمان ساعت 11:30 شب درگیری ها را از داخل ساختمان با نیروهای دولتی آغاز کردند و تا بامداد جنگیدند. مهاجمان با طلوع آفتاب یک بار دیگر حمله هایشان را اثر می گیرند و پس از 1.5 ساعت درگیری با نیروهای دولتی از پا در می آیند. شب بسیار وحشت بود، موتر که بود عامل موتر دم پشت سر کوچه ساد بود، 5-6 نفر بود که در داخل خانه داخل شدند. ما دیگه مانده بودیم و نمی رقمی تا 1.5 بجه شد تا قوای امنیتی رسید و باز ما را خانه به خانه بر سرک کشیدند. این حمله در نوع خودش بی پیشی نگفته می شود. سه مهاجم در نخست موتر مواد انفجاری را در این کوچه انفجار می دهند و بعدا با استفاده از این زینه به ساختمان راه پیدا می کنند که هدف آنان بوده است. باشندگان محل که شب هنگام خانه هایشان را ترک کرده بودند، پس از پایان درگیری ها دوباره به محل برمی گردند. این مردم دیگه با استفاده دایی میبینی که یک جای بسیار پس کوچه و یک جای بسیار گوشه است. کشف بسیار زیاد دقیق بوده که آواده اینجا را پیدا کرده. فرمانده پلیس کابل میگوید که در نتیجه درگیری 10 ساعته میان مهاجمان و نیروهای دولتی تنها 7 سرباز پلیس زخمی شدند. اما باشندگان محل میگویند که در این رویداد دو غیر نظامی نیز زخم برداشتند. عملیاتی که ما کاملا سریع از یا برسیم یا را از بین ببریم، به او خاطر اولی کار نکردیم که همسایه اوگار نشه. همسایه را که تخلیه کردیم در ظرف 1.5 ساعت عرصی از یا از بین رفت. اما طالبان با این حمله بی پیشینه در میان خانه های مردم در جستجوی چی هدف های هستند. در طرف شمال ناامنی شروع شده و در وجهه قندوز هم جنگ بوده و طرف فاریاب هم بوده. برای از اینکه کم فشار در اونجا کم ساخته بتانه، اینا توجه خود دولت جذب در مرکز بکنه. از این خاطر است که اینا این حمله را انجام داده، ولی در اینجا کدام هدف خاص نبوده. در این حمله بیشتر ساختمان های همسایگان نعیم بلوچ زیانمند شدند. آقای بلوچ میگوید که در هنگام حمله تنها یک محافظ در منزلش بود و به وی آسیبی نرسیده است. باراک اوباما در نظر دارد تا 5,000 سرباز آمریکایی را پس از سال 2016 در افغانستان نگه دارد. در این حال فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان برای رایزنی های بیشتر درباره وضعیت افغانستان به واشنگتن رفته است. همزمان با این هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز دموکرات ها هشدار می دهد که واشنگتن نباید افغانستان را تنها بگذارد. به نظر می رسد که سقوط کنداز به دست طالبان و گسترش داعش در افغانستان سیاستگران امریکایی را نیز نگران ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می خواهد تا 5,000 سربازش را پس از سال 2016 میلادی در افغانستان نگه دارد. این در حالی است که فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان برای رایزنی های بیشتر درباره اوضاع افغانستان به واشنگتن رفته است. به گونه بسیار روشن گفتم که عملکردهای نیروهای امنیتی افغانستان با گذشت روز بهتر می شوند و این برای من جای افتخار است که برای سومین بار با این نیروها کار می کنم. اما آنان در سه بخش استخبارات، لوجستیک و هوایی نیاز به پشتیبانی من دارند، زیرا بدون این سه ویژگی برای یک ارتش بسیار دشوار است تا کارهایش را درست انجام بدهد.
اسوی هم حزب دموکرات که بارها خانه پایان جنگ در افغانستان بوده است، اکنون هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز احتمالی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده آمریکا خواهان ادامه پشتیبانی از افغانستان شده است. فکر نمی کنم که ما باید از این کشور دور برویم. پس اگر رئیس جمهور شوم، هر کمکی را که از دستم براید به این کشور خواهم کرد. با این همه شماری از مقامات آمریکایی می گویند که برای نگهداری دستاوردها و پشتیبانی بهتر از نبرد افغانستان در جنگ با هراس افغانی، قرار است باراک اوباما پس از پایان دوره کارش نگهداری 5000 نیروی نظامی را در این کشور پیشنهاد کند. در حال حاضر از میان نزدیک به 13000 سرباز ناتو در افغانستان، نزدیک به 10000 تن آنان نیروهای آمریکایی هستند. نقض حریم هوایی ترکیه از سوی روسیه و جابجا شدن نظامیان روس در سوریه خشم دبیر کل ناتو را برانگیخته است. وی که امروز در بروکسل سخن میگفت، میگوید که نقض حریم هوایی ترکیه از سوی روسیه برای کشورهای عضو ناتو پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه امروز برای دومین بار سفیر روسیه را به خاطر نقض حریم هوایی این کشور احضار کرد. نقض شدن حریم هوایی ترکیه از سوی روسیه با انتقاد سخت دبیر کل ناتو روبرو شده است. ینس استولتنبرگ می گوید که بر بنیاد اطلاعات به دست آمده، نقض حریم هوایی ترکیه از سوی جنگنده های روس به گونه عمدی انجام شده است و حکومت روسیه باید از تکرار این گونه حرکت های عصبانی کننده خودداری کند، زیرا این رفتار غیر مسئولانه است. دبیر کل ناتو می افزاید که نیروهای هوایی روسیه نه تنها داعش بل شورشیان میانه رو سوری را نیز آماج قرار می دهند، شورشیانی که بر ضد داعش و حکومت بشار الاسد می جنگند. فکر می کنم که وضعیت در سوریه بسیار شکننده است. گروه های گوناگون وجود دارند. نگران هستم از این که نیروهای هوایی روسیه نه تنها داعش بل گروه های مخالف دیگر را نیز بمباران میکند. هرچند حکومت روسیه میگوید که حریم فضایی ترکیه بر روز شنبه برای چند ثانیه به علت خرابی هوا از سوی جنگنده های روس در نزدیک مرز با سوریه نقض شد، اما حکومت ترکیه ادعا میکند که حریم هوایی این کشور بر روز یک شنبه نیز از سوی جنگنده های روس نقض گردید. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه هشدار میدهد که اگر این کار نیروهای هوایی روسیه تکرار شود، نظامیان ترک خاموشی اختیار نخواهند کرد و بیدرنگ دست به کار خواهند شد. در همین حال روسیه در تلاش ایجاد پایگاه هوایی در سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با نخست وزیر بلژیم میگوید که روسیه با آماج قرار دادن پایگاه های داعش در خاک سوریه حریم هوایی این کشور را نقض کرده که برای انقره پذیرفتنی نیست. نقض حریم هوایی ترکیه از سوی جنگنده های روسیه به شدت خشم ترکیه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را برانگیخته است. رئیس جمهور ترکیه هدف از انجام حمله های هوایی روسیه بر پایگاه های داعش در خاک سوریه را ایجاد پایگاه های هوایی مسکو در خاک سوریه در حمایت از حکومت بشار الاسد میداند. هشدار میدهد که هر گونه تجاوز بر خاک ترکیه تجاوز بر همه کشورهای عضو ناتو است. روسیه اکنون حمله های هوایی را در خاک سوریه انجام می دهد و در تلاش ایجاد پایگاه های هوایی در خاک سوریه است. همزمان حریم هوایی ترکیه از سوی جنگنده های روسیه نقض شده است که برای ما پذیرفتنی نیست. ناتو در برابر این کار روسیه موضوع گیری جدی اختیار کرده است. همزمان با این انتقادها وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که جنگنده های روسیه پایگاه های داعش را امروز در شهر علب و پالمیرای سوریه آماج حمله های هوایی قرار دادند که در نتیجه این حمله ها 3 انبار جنگ افزارهای داعش نابود شده اند. یک دانشمند ژاپنی و یک دانشمند کانادایی برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک شدند. کمیته نوبل اعلام کرده که این جایزه را از بهر پژوهش های این دو دانشمند در بخش نیوترون ها اهدا شده است. حملات هوایی نقش برجسته‌ای در مهار حملات طالبان در شهر کندوز داشتند. نیروهای هوایی هشدار می‌دهند که جنگجویان طالب و دیگر گروه‌های هراس افغان را در هیچ جایی از کندوز در امان نخواهند گذاشت. ولی آگهان که در یکی از این عملیات‌ها شرکت کرده می‌گوید که جنگجویان طالب از حملات هوایی هراس دارند. از هوا و زمین طالبان را ماچ قرار می‌دهند.
اینجا ولسوالی خان آباد کندوز است. از اینکه چرخ بالها به اینجا رسیدند به نظر می رسد که طالبان به خانه های مردم گریختند تا ماچ قرار نگیرند. چرخ بالهای ارتش چندین بار بر فراز جایی که طالبان فعالیت دارند می چرخند، اما جنگجویان طالب سر بیرون نمی کنند. تا که رسیدیم و پیش از پیش داخل خانه مردم داخل قریه پد شدند. مشکل بود با ما که داخل قریه را بزنیم، نمی شد. کلگ خانه در می گرفت، مردم بیچاره کشته می شد. خبر می رسد که بالا حصار کندوز با تهدید روبروست. با رسیدن به اینجا این چرخ بالها جنگجویان طالب را با جنگ افزارهای سبک و سنگین آماج قرار می دهند. از بالا این چرخ بالها و از پایین نیروهای زمینی حراس افکنان را آماج قرار می دهند. در نتیجه هوای قوای هوای افغانستان بسیار ضربه سنگینی در دشمنا و نیروهای قطعات زمینی ما بسیار کمک کردند و خصوصا قوای هوای بسیار کمک کرده و ضربه قوی داده طالبان در کندوز. با سقوط شهر کندوز نخست نیروهای هوایی نبرد را با طالبان آغاز کردند و تا اکنون نیز نیروهای زمینی پشتیبانی نیروهای هوایی را دارند. شاید همین پشتیبانی هوایی حمله های حراس افکنان را مهار کرده باشند. در جنگ کندوز حمله های هوایی نقش بسیار مهمه در نابودسازی طالبان داشته است. هنوز هم در آن بخشی که نیروهای زمینی زیر تهدید بلند طالبان هستند، از سبا دانه های طالبان آماده حمله قرار می‌گیرند. عبدالولی آریان، تولو نیوز، بر فراز کندوز. این در حالی است که 9 روز از نبرد کندوز می‌گذرد. سند تا جنگجوی طالب دوشنبه هفته گذشته بر شهر کندوز حمله کردند و پس از درگیری چند ساعته اداره این شهر را به دست گرفتند. نیروهای دولتی پس از 3 روز حاکمیت طالبان بخشی از شهر کندوز را از طالبان پس گرفتند، اما طالبان در خانه‌ها پنهان شدند. شریف امیری خبرنگار تولو نیوز می‌گوید که حضور طالبان در شهر کندوز روز به روز افزایش می‌یابد. هرچند نیروهای دولتی اداره جاده های عمومی را دارند، اما هنوز هم مخالفان مسئله دولت در خانه ها حضور دارند و حتی در کوچه ها و پس کوچه ها هنوز هم مسئول نیست و یکی از انتقادهای جدی مردمی است که تا مخالفان مسئله دولت از تمامی بخش ها پاکسازی شوند و به ویژه وقتی که روز میره به طرف تاریکی شدن مخالفان مسئله دولت بیشتر به تحرک میپردازند. هرچند دکان ها هنوز هم باز است، اما مردم باز هم زندگی آرام ندارند. وضعیت چگونه است؟ وضعیت خیلی خراب است برادر. امروز 8 روز و 9 روز میشه که ما نام نداریم. برای یک مشکلات خود رفع کردن نمیتونم. بیرون میبره ترق او بیایه، دولت باز پس میبره. اینمی حالت هست. هنوز هم در کوچه به کوچه به شهر کندوز جنگ ادامه داره و مردم نمیتونن که از خانه هایشان بیرون برای و مخالفان مسلح دولت در خانه ها جا به جا هستن و به هدف هایشان تیراندازی میکنن و جنگ به شدت در کوچه ها و پس کوچه های شهر کندوز ادامه داره و از هر طرف گلوله‌باری میشه و نیروهای دولتی و مردم ها اصلا از خانه هایشان بیرون برآمده نمیتونن. وظیفه چی بود؟ چی کنی باید اینجا؟ معاون مولا عبدالقیوم. خواه همونجا بودی. وظیفه تی بود که در داخل شهر طالبا را باید بسیج بسازی؟ مزدور معاون مولا عبدالقیوم بودیم. گفتیم برایش نون میاریم برای نفران. اینا کامدن تاجیبا داخل شهر شدن و در بعض نقاط و در دز خانه اینجا حضور دارن، 5 نفر 4 نفر و خانه در خانه اینا سلاح پیدا کردن. از این استفاده میکنن که نامی را باز هم میخوان که ایجاد کنن. اما شما در جریان هستین که در چندین نقاط عملیات مصری روان است. امیدوار هستیم که قریب خیر این پروسه جمع شود. طالبان که در بخشای از شهر کندوز جابجا هستند هنوز هم تمویل میشن، تجهیز میشن و به آنها به سادگی غذا، آب و تجهیزات رسانده میشه و این هم معاون یکی از فرماندهان است که ماموریت از این بوده که به طالبان که در داخل شهر هستند غذا ببرن. در خانه ها اینجا چقدر خانه ها طالبان جابجا هستند در شهر؟ نه ما در این سایه
نه در داخل شهر طالبا در چقدر خانه ها جا بجا هست؟ جا چیز خانه ها که من در این صاحب هست نان میگرفتیم قانون قربانی چی میبردی برشان؟ چی نان میبردی به طالب؟ همه چیز چای برنج کمتر کوچه و پس کوچی در شهر کندوز پیدا میشه که در اوجه مخالفان مسلح دولت حضور نداشته باشند و جنگ ادامه نداشته باشه. یکی از انتقادهای اصلی باشنده های کندوزی است که جنگ به گونه لازم مدیریت نمیشه و یکی از خواستهای عمدهشانی است که مخالفان مسلح دولت را از خانه ها بیرو بکشند و به گونه دقیق خانه ها بازرسی شود تا جنگ از داخل شهر کندوز بیرون شود. شریف امیری، تولونیوز، ولایت کندوز. میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. اتاق‌های تجارت و صنایع مشترک افغانستان و آمریکا از تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی آمریکا در 5 حوزه بازرگانی و صنعتی کشور خبر می‌دهند. مسئولان این اتاق‌ها می‌گویند که با در نظر داشت فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در کشور، تلاش می‌شود که با ایجاد شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاران افغانستان و آمریکا از این فرصت‌ها استفاده شود. سرمایه گذاری برای ساخت بیش از 700 کیلومتر لوله گاز ترکمنستان در خاک افغانستان در چارچوب پروژه تاپی، سرمایه گذاری ها در بخش زیرساخت ها در کشور، سرمایه گذاری در حدود 5 میلیارد دلاری برای ساخت 5 حوزه بازرگانی و صنعتی در مراکز پیشینی نیروهای آمریکایی در ولایت های هرات، کابل، بلخ، کندهار و ننگرهار از فرصت های تازه سرمایه گذاری در کشور هستند که به گفته مسئولان اتاق های تجارت و صنایع مشترک افغانستان و آمریکا نیاز است تا در این بخش ها سرمایه گذاری های مشترک شرکت های افغانی و آمریکایی جذب شوند. کوشش میکنیم اکثر امکانات سرمایه گذاری که در افغانستان است ما پنل های خاصی داشته باشیم که هر موضوعی که مهم است فعلا و نظر به قابل بحث است قابل عزیز که ما این فرصت های اقتصادی را برای جهان خارج عرضه کنیم. ما از سویم شماره از بازرگانان افغان در داخل و خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری های آمریکا در افغانستان وجود یک راهکار روشن اقتصادی و نیز از میان برداشتن نگرانی های امنیتی را در کشور بسیار مهم می دانند. موج یو واضح در تجارت او انبسمنت ستراتیجی در وسنلو واضح یعنی او خارجی یا افغان چی رازی که در حکومت سوایی یا بل برخ در حکومت بل سوفتوایی تشبیشون در اختطاف است تشبیشون در دولت سره چې هغه تحصیلات چې سرمایه داران ته دوی هغه کې وضع کې حتما دولت کړی اما دا سرمایه داران ته نه تفهیم کیږي. این در حالی است که گفته می شود حکومت در نظر دارد که برای افزایش فراورده های داخلی در 5 مرکز پیشین نظامیان نیروهای آمریکایی در کشور که در نزدیکی میدان های هوایی قرار دارند 5 حوزه بازرگانی و صنعتی بسازد. و گفته می شود که برای سرمایه گذاری ها در زیر ساخت های این حوزه ها ایالات متحده آمریکا علاقه مندی نشان داده اند. نیروهای کماندوی ارتش ملی در کنار نیروهای دیگر نقش برجسته ای در آزادسازی بخش های از شهر کندوز داشتند. این نیروها هنوز هم درگیر نبرد با مخالفانی هستند که گاه گاهی در بخش های از این شهر دست به حمله می زنند. با این هم نیروهای کماندو اطمینان می دهند که طالبان توانایی سقوط دوباره شهر کندوز را ندارند و به حملاتشان بیدرنگ پاسخ داده می شود. صف بستند تا گواه ستایش همسنگرانشان به خاطر برگشت موفقانه از یک عملیات تازه باشند. در حالی که هر لحظه آماده برگشت به نبردم هستند. اینها کارکشته‌ترین نظامیان افغانستانند که در کندوز هم توانستند عملکرد متفاوتشان را در همان نخستین لحظات عملیات بازپسگیری این شهر ثابت بسازند. عبدالمنیب را در مرکز نیروهای کماندو در ولایت کندوز می‌بینم. او فرماندهی نخستین واحد از سربازانی را به دوش داشت که شهر کندوز را از سقوط کامل به دست طالبان نجات دادند. این جوان 26 ساله که افزون بر خودش یک برادرش هم در چارچوب نیروهای ارتش فعالیت دارد بر انتقام گیری از کسانی تاکید می‌ورزد که کندوز را به خاک و خون کشیدند.
گریختانده شده در قندوز، انتقامش از پیش دشمنای مردم افغانستان میگیریم و اطمینان هم برشان میتیم که امنیتی که بود برشان دوباره پس میگردانیم. با این حال قندوز تنها جایی نیست که منیب در آن از خود توانایی نشان میدهد، بخشای دیگری از کشور را هم دیده و در سنگرها رزمیده است. هیچ گونه ترس راست هم نداریم و امو قسمی که یاد کردیم که حتی اگر با ریختاندن خونیم هم شود در مقابل این ملت از این ملت دفاع میکنیم. روزهای نظامیان چون منیب در قندوز با نبرد در برابر عراصفگنی پایان میابند. هرچند آنان میکشند تا امنیت را در این شهر فروزنده نگه دارند و نگذارند که همه چیز در حصار تاریکی گم شود. آمریکا بر حساب دهی و شفافیت در پیوند به حمله هوایی بر شفاخانه پزشکان بدون مرز در قندوز تاکید می‌ورزد. کاخ سفید این حمله را یک فاجعه می‌داند و همزمان با آن فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید که هرچند این حمله به درخواست نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده، اما هر کسی که باعث کشته شدن پزشکان و غیر نظامیان بی‌گناه شده است، پس از بررسی‌ها شناسایی خواهد شد و حساب خواهد داد. در همین حال سازمان ملل تنها پوزش خواستن را درباره این رویداد بسنده نمی داند. جنرال جان کمبل می گوید که جنگنده های امریکایی بنابر درخواست نیروهای افغانستان بر محل در شهر قندوز بمباران کرد. اکنون ما آگاه شده ایم که بر روز 3 اکتبر نیروهای افغان گفته بودند که از موضوع دشمن زیر حمله قرار دارند و خواهان کمک هوایی نیروهای امریکایی شدند. سپس یک حمله هوایی برای نابودسازی تهدید طالبان انجام شد و چندین غیر نظامی به گونه غیر عمدی آسیب دیدند. کاخ سفید نیز این رویداد را فاجعه ژرف می‌داند. پزشکان بدون مرز با کنار گذاشتن آرامش و امنیت خانه‌هایشان به یک منطقه دوردست و خطرناک جهان یعنی قندوز سفر کردند تا با خطر انداختن جان‌هایشان غیر نظامیان قربانی آتش جنگ تندروان را درمان کنند. اما متاسفانه شماره از آنان در این حمله جان باختند و این چیزی کمتر از یک فاجعه ژرف نیست. اما کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل تنها پوزش خواستن را بسنده نمی‌داند. نیاز است تا یک بررسی بسیار مستقل و کامل درباره این حمله انجام شود و این بررسی نیاز به بازتاب دادن حسابدهی و اطمینان یافتن آن دارد. پزشکان بدون مرز در شرایط بی‌نهایت دشوار یگانه شفاخانه را در قندوز فعال نگه داشته بودند. دبیر کل تلاش های کارمندان شجاع و متحد این شفاخانه را می ستاید و با خانواده های آنها غم شریکی می کند. این حمله بامداد روز شنبه انجام شد و جان 22 پزشک و غیر نظامی را گرفت و بیش از 30 تن زخمی بر جا گذاشت. پزشکان بدون مرز این حمله را منزجر کننده می داند. و ده‌ها تن از غیر نظامیانی که در جنگ قندوز زخمی شدند برای درمان به شفاخانه اوزایی مزار شریف انتقال داده شدند. شماره از این زخمیان میگویند که طالبان یک روز پیش از بمباران شفاخانه پزشکان بدون مرز در قندوز زخمیانشان را به جای دیگر انتقال داده بودند. آنان از حکومت میخواهند تا عاملان سقوط قندوز را شناسایی کند و به دادگاه بکشاند. اینان زخمیان هستند که در جنگ قندوز زخم برداشته و برای درمان به شفاخانه حوزوی مزار شریف انتقال داده شده اند. جان آقا 22 سال دارد و در یکی از درمانگاه های شخصی در قندوز به حیث پرستار کار میکرده است که اکنون از ناحیه پا زخم برداشته است. میگوید برای عیادت پسر کاکایش به شفاخانه بدون سرحد در قندوز میرفت که زخم برداشت. طالبان دم بیرون دم کوچه دیگه همه جا بجا سنگر گرفته بودن. هر یکی از این زخمیان که برای مدتی در شفاخانه بدون سرحد در قندوز بستری بودند، روایت های دردناکی از جنگ قندوز دارند. وحید الله 21 ساله است. 2 روز در شفاخانه بدون مرز در قندوز بستری بوده است. او از حضور طالبان در این شفاخانه روایت دیگری دارد. یکون شفاخانه گلگل شفاخانه شفاخانه بودند طالبان. مریضایش هم بگه که صبح بمبار نشد، مریضایش کشته بودن طالبا. جمشید دانشجوی سال اول دانشکده اقتصاد در قندوز است. او از ناحیه سر زخم برداشته و میگوید از رویداد قندوز شدیداً آسیب جسمی و روانی دیده است. بسیار کسا مردن. آه و ناله بود که ما در اونجا یک حال بود که اصلا دبارش چرت میزنم یک وحشت زده میشم. بسیار ترسناک بود. در 4 روز اخیر 47 تن از غیر نظامیان
که در جنگ کندوز زخم برداشتند و شفاخانه حوزوی مزار شریف انتقال داده شدند. 20 تن از این زخمیان زنان هستند و 4 تن دیگر کودک. وضعیت اکثرشان رو به بهبود است و خوب است، صرف وضع یک طفلک 12 ساله که هم از طبقه ایناس است وضعش وخیم است، دیگر را به فضل خداوند وضع تمامشان خوب است. این زخمیان از دولت می خواهند که برای تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور تلاش کنند و نیز عاملان سقوط کندوز را شناسایی و به دادگاه بکشانند. سپاس از همراهیتان، شب بر شما خوش.